آقای دستگیر اشاره میکنن ارتباط ما برقرار. خیلی ممنون که فرصت دادین. سلام میکنم به شما. چیکار شد این آژاکس از کجا اومد به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آقای دستگیر؟ به نام خدا، سلام بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون فریاد. خب در ابتدا می خواهیم بگویم هالند یک کشور کوچک است با 16 میلیون نفوس. لیگ فوتبال هالند ما هیچ وقت مقایسه نمیتونیم بکنیم با کشورهای بزرگ و لیگای معتبر مثل لیگ آلمان، لیگ ایتالیا یا لیگ فرانسه، انگلیس، اسپانیا. خب اما فوتبال هالند همیشه در اروپا و جهان یک جای خاص خود داشته، چون یک فلسفه خاص داره و فلسفهشان همیشه بوده که دفاعی بازی نکنین، بهترین دفاع حمله است و همیشه کوشش کردین که هالند مثل یک انستیتوت، یک اکادمی فوتبال ببینن در جهان. خب جوانای ما، جوانای عزیز افغانستان ما شاید لیگ هالند و خصوصا تیم آجاکس برشان بسیار یک چیز نو و جالب باشه که چرا اینا در سیمی فاینال خود رساندن. اما کسانی که سنشان یک ذره بزرگتر هستن اینا میفهمند که آیاکس در اروپا بسیار یک کلاب نامدار بوده در سابق. البته خوب جالب اینجاست که چرا یک دفعه آیاکس تانست امسال خود برساند در سیمی فاینال. خب فلسفه فوتبال هالند همیشه بوده که بازیکن تربیه کنه و بفروشن به کشورهای معتبر، لیگای معتبر، که همیشه اینمی پلان و فیلسوفیشان بوده. هیچ وقت یک بازیکن در آیاکس از سال 1 میلیون زیاد برش پرداخت نمیشد، فقط همی لیمیتشان 1 میلیون بود. اما امسال و این لیمیت در سالهای گذشته در کل اروپا بود. البته او وقت آیاکس به حساب در 95-96 96 فکر کنم که قهرمان لیگ اروپا شده بود از چمپیونز لیگ. اما امسال اولین بار از بعد از 15 سال که آیاکس باز هم امی لیمیت خودش شکستاند و خواست بازیکنهای معتبر بخره، چون میخواستن که با این فوتبال یک بار دیگه پیشرفت کنند به لیگ اروپایی، که طور که شما شاهد هستین امسال خود تانستن در نیمه نهایی برسن. اما از فیلسوفی خود هیچ وقت تغییر نکده. خب آیاکس یک باشگاه نامدار و یک فوتبال خیلی جالب. مثلا اگه شما بازیشان با مونیخ، بایر مونیخ دیده باشین یا ریال مادرید یا یوونتوس، اصلا دفاعی بازی نکردن یا تالیمند بوده باشن، با فوتبال خود، با توانمندی خود تانستن تا نیمه نهایی خود برسانن. با تیم‌های خیلی بزرگ آژاکس بازی کرد، بایر مونیخ، رئال مادرید. حذف کردن رئال مادرید واقعا کار آسانی نبود. حالا گفتیم رئال بحران زده هست، میگذاریم کنار. یوونتوس هم اومد حذف کرد، یعنی نشان داد که به قول شما، به قول قدیمی‌های کسایی که فوتبال رو دنبال کردن، آژاکس نشان داد که اگه مکتب فوتبال دارم اینجا در نیمه نهایی حضور دارم. آقای دستگیر، شما فوتبال ملی هلند هم خیلی خوب می‌شناسین. مدت هاست فوتبال ملی هلند هم کمی مشکل داره. از سال 2010 که نایب قهرمان جهان شد در یوروها، در جام جهانی 2014 خیلی فروغ نبود، در یورو 2016 حضور نداشت، در جام جهانی 2018 بازی نکرد. دو تا جام خیلی معتبر فوتبال ملی هلند، فوتبال شناور هلند، کشوری که مکتب فوتبالی داره، دست داده. حالا تیم ملی هلند هم کمی بروز شده، در لیگ ملت‌ها به سیمی فاینال آمده. این دوتا چی رقم کنار هم میارن؟ آیا فوتبال ملی هلند پیشرفت کرده یا آژاکس حالا بنابر شگفتی های فوتبالی رسیده به 4 تیم؟ در مورد فوتبال ملی هلند هم میشه برای ما بگین؟ خب طوره که من براتون پیشتر گفتم که هلند فوتبالش یک فلسفه خاص جدای داره و همیشه فلسفهشان در لیگایی بوده که به حساب بازیکنها بتانن زود تربیه کنن و بفروشن. اگر شما شاهد باشین در بازی امشب در تیم توتنهم 3 بازیکن هست که باشگاه سابقشان آیاکس بوده: داوید سانچز، یان فرتونگ و کریستیان ایریکسن. 3 بازیکن کلیدیش از آیاکس 2 سال پیش به حساب طرف توتنهم رفتن. اما طور تیم ملی هالند، من نمیتونم بگویم که تیم ملی هالند حالا پیشرفت کرده، چون خودتان همیال گفت تکرار کردین که در 2010 هالند در فاینال از اسپانیا باخت.
که خود اسپانیایی‌ها گفتن بعد از فاینال که ما هالند با بازی با سیستم بازی خودشان شکست دادیم، چون مکتب هالند مکتب یوهان کرایف بود و یوهان کرایف به حساب مربی سابق بارسلونا بود که همی فوتبال تانست تشکیل بده در بارسلونا، که از اونمو به بعد بارسلونا همون سیستم آیاکس اگه بگویم سیستم فوتبال هالند بر خود ساخته بودن، که همیالا هم همی اکادمی جوانای بارسلونا به اسم یوهان کرایف استادیوم نامش گذاشته شده، چون همشان میگن اگه گواردیولا را شما شنیده باشین میگن که فوتبال بارسلونا یا اسپانیا را یوهان کرایف به حساب بر ما چیز کرد تشکیل داد. رسیدیم سر تیم ملی هالند، در 2010 سیمی فاینال باختن، اگه یادتان باشه در 2014 در سیمی فاینال میبخشین در 2010 فاینال باختن از اسپانیا، در 2014 از آرژانتین باختن در سیمی فاینال توسط یک پینالتی فکر کنم اگه اشتباه نکرده باشم، و در یک جام جهانی و یک جام اروپا نبودن. خب یک چی میگن یک جنریشن هست که به حساب یک جنریشن سابق ما به حساب بازیکنهای خیلی خوب نبودن، اما این جنریشن کالمی های بسیار یک جنریشن با استعداد هستند، یک دوره هست که بازیکنهای بسیار با استعداد مثل اگه متوجه شده باشین فرانکی دیونگ و ماتیاس دلیخت که امشب بازی میکنن، هر دوی بازیکنها طرف بارسلونا میرن سال فصل جدید. خب نمیشد که بگویه فوتبال هالند امسال خیلی پیشرفت کرد، فوتبال هالند همیشه همین رقم بود، اما یکم دورای میایه که چون اونقدر نفوذ نداره هالند که بگویم هر سال باید اینا در جام جهانی باشه، خب بعض وقتا امکانش هم هست که در جام جهانی نباشن و در آینده هم خواد اما تو یک دوری آمد. نداشته دالوری نیست که هلند ضعیف شده، حالا یک استاپ خورده، حالا با یک نسل جدید فوتبالی رسیده به لیگ قهرمانان، لیگ ملت ها شانس قهرمانی در هر دو جام معتبر داره. دلیخت، نرس، دیونگ، بازیکنایی که شما نام گرفتین همگی شانس دارن، این لحظه بارسلونا و یوونتوس همه دنبال دلیختن، اینا آکادمی خورن به رخ فوتبال جهان کشید و هم قدرت خود. چی پیش بینی میکنن آقای دستگیر؟ هرچند پیش بینی کردن خب در فوتبال مربی‌ها خیلی کم پیش بینی میکنن، مطمئنم طرفدار آجاکس هستین، نه تنها به خاطر هالند بوده هالندی بودنش، به خاطر مکتب فوتبالش، به خاطر اینکه خود شما شاید از همون منطقه معرفی شدین به دنیای فوتبال. آیا آجاکس میتونه تاتنهام رو ببره بره به فینال؟ حالا شانس قهرمانی میدین نمیدین، نظر شما چیه در این مورد؟ خب فیروز جان، در فوتبال پیش بینی کردن بسیار یک چیز مشکل است. من فقط میتونم پیش بینی کنم و پیشبینی نمیفهمم که آیاکس دفاعی بازی نمیکنه، حمله‌ای بازی میکنه، از دقیقه اول توپ زیاد پیش آیاکس باشه. حتی من باور دارم که توتنهام شاید دفاعی بازی کنه امروز و سیستم 5-3-2 بازی بکنن. آیاکس در سیستم 4-3-3 میباشه همیشه، فیلسوفی هالند همیشه 4-3-3 بوده، فیلسوفی یوهان کرایف همیشه 4-3-3 بوده، هیچ وقت آیاکس سیستم خود تغییر نمیده و بازی حمله‌ای خود تغییر نمیده. خب یک بازی خیلی جالب میباشه و فکر کنم که هر دو تیم امروز میتونه بازی را ببرن. خب فوتبال است، در فوتبال پیش بینی کردن نمیتونیم، اما من فکر میکنم که بازی آیاکس حمله‌ای میباشه و زیادتر توپ پیش آیاکس خواهد بود. بله خیلی ممنون آقای دستگیر عزیز، آرزو موفقیت میکنیم برای تیم ملی فوتبال افغانستان. فوتبال ما کمی متاسفانه مریضه، امیدواریم به حضور شما، برنامه ریزی شما و فدراسیون فوتبال بتونیم نتایج خوبی بگیریم. تیم ملی ما مسابقه داره با تاجیکستان. خیلی ممنونم که در این برهه زمانی فرصت دادین، مربی تیم ملی خیلی سخت مصاحبه میکنن، تشکر. مردم عزیز واقعا آقای دستگیر شما به شکل امشب افتخار دادن برای مردم افغانستان، برای فوتبالیا که صحبت کردن در مورد آژاکس و نیمه نهایی لیگ قهرمانان. خیلی ممنون، تشکر. تشکر از شما فیروز جان، یک بازی خوب داشته باشین، تا دیدار، خداحافظ. خیلی ممنون. سپاسگزار از انوش دستگیر، سرمربی جوان تیم ملی فوتبال افغانستان. ما امیدوارم که تمام این حاشیه فوتبالی ما بگذره که آقای دستگیر بتونه تیم ملی ما اون رقم که میخواهی هدایت بکنه تا بتونیم در مسابقات
امتیاز بگیریم، نتیجه بگیریم. خصوصیات خوبی آقای دستگیر در فوتبال هلند، در فوتبال اروپا داره، مدارک مربیگری معتبری داره. امیدوارم بیشتر ترقی بکنه، پیشرفت بکنه. چیزی که اطلاع دارم قرار است در کارهای بسیار بسیار معتبر دنیای فوتبال هم شرکت بکنه. این همین به نفع ماست که چنین جوان افغانی داریم، جوانترین شاید بگم سرمربی تیم‌های ملی فوتبال جهانی که برای ما افتخار. ما امیدوارم فوتبال ما زودتر خوب بشه، خیلی مریضه، خوب بشه فوتبال ما که انشالله بریم به مسیر حرفه‌ای و درست.